داستان شمشیر ذوالفقار چیست و از کجا آمده و چگونه ساخته شده؟ ذوالفقار شمشیر است که پیامبر اکرم آن را در روز جنگ خندق به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داد و آن حضرت به مدد خداوند تبارک و تعالی عمرو بن عبدود را به هلاکت رساند و موجب پیروزی سپاه اسلام شد. اصل داستان در تمامی کتب روایی و تاریخی به طور مفصل ذکر شده که ما به طور نمونه آن را به نقل از سیره حلبیه نقل میکنیم. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکست میدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار بدین. همچنان برای حمایت از ما ویدیو ما را لایک کنید. در سیره حلبیه روایت میکند در یکی از روزهای جنگ خندق، هنگامی که عمرو بن عبدود به میدان آمد، فریاد زد: کیست که به جنگ من آید؟ بعد از آن لحظه سکوت که همه نامداران صحابه سر به گریبان انداخته بودند، فقط علی که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، برخاست و گفت: یا رسول الله، من به جنگ او می روم. رسول خدا فرمود: بنشین. او عمرو بن عبدود است. عمرو برای بار دوم فریاد زد و شروع کرد به سرزنش و توبیخ مسلمانان. می گفت: کجاست آن بهشتی که شما پندارید که هر کس از شما کشته شود به آنجا می رود؟ آیا مرد نیست که به جنگ من آید؟ و سپس شعر بدین مضمون خواند: صدای من گرفت از بس فریاد زدم، آیا مبارزه هست؟ و بار دوم نیز علی علیه السلام برخاست و گفت: یا رسول الله، من به جنگ او می روم. رسول خدا فرمود: او عمرو است. علی علیه السلام گفت: اگرچه عمرو باشد. رسول خدا به علی علیه السلام اجازه داد تا به جنگ عمرو برود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن حال شمشیر خود ذوالفقار را به علی علیه السلام داد و زره خود را به او پوشانید و امامه مخصوص خود را بر سر او نهاد. آنگاه دست به دعا برداشت و گفت: بار الها، این برادر و پسر کاکای من است. پروردگارا، مرا تنها مگذار. علی علیه السلام عازم میدان نبرد گردید. بعد از مبارزات شدید عمرو، شمشیرش را بر فرق علی علیه السلام فرود آورد و علی علیه السلام سپر را روی سینه کشید، ولی ضربت عمرو آنقدر شدید بود که سپر علی علیه السلام را شکافت و امامه را پاره نمود و به فرق سر آن حضرت رسید که شدیداً مجروح گردید. علی علیه السلام نیز به او مهلت نداد، با شمشیر به پای عمرو زد و عمرو روی زمین افتاد و مسلمانان با صدای بلند تکبیر گفتند. رسول خدا از صدای تکبیر دانست که علی عمرو را به قتل رسانده است. در روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن حال فرمود: فضیلت این کار علی بن ابی طالب، یعنی کشتن عمرو، از عبادت جن و انس بالاتر است. ذوالفقار یعنی چیزی که دارای مهره ها و شیارها و حفره ها است. فقار جمع فقره یعنی مهره های کمر و فقره یعنی شیارها و حفره ها است. شمشیر مفقر یعنی شمشیری که شیارهای باریک و با عمق اندک یا حفره های در وسط تیغه دارد. شیارها از وسط تیغه به سمت بیرون کشیده شده است. به شمشیر امام علی علیه السلام ذوالفقار می گفتند، چون روی تیغه آن حفره ها یا گودی های کوچک و زیبای جهت تزیین داشت. همچنان گفتند روی تیغه آن از کنار دسته تا نوک شیار بلند و باریک داشت که شیارهای باریک از آن شیار بلند به طرف نوک شمشیر در دو طرف ایجاد شده بود. البته برخی به خطا تصور میکردند که ذوالفقار، یعنی شمشیری که دو تیغه دارد و بر همین اساس در نقاشی ها و حتی فلم ها آن را به دو تیغه نشان میدهند. تنها ابن شهر آشوب گفته است ذوالفقار دو تیغه داشت که به نظر می آید برداشت شخصی او معنای ذوالفقار است.
در روایت منسوب به امام صادق علیه السلام آمده است ذوالفقار بدین جهت این نام گرفت که در وسط تیغه در طول آن شیاره بود که آن را به مهرهای کمر تشبیه کرده بودند. همچنان از آن حضرت نقل شده است بدان علت به شمشیر حضرت علی علیه السلام ذوالفقار می گفتند که آن را بر هر کس می زد در دنیا از زندگی و در آخرت از بهشت محروم می شد. شیخ صدوق گوید ذوالفقار شمشیر بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام داد و بدین جهت این نام گرفت که در پشت آن مهره های چون مهره های کمر انسان بود یا بدین جهت که کمر کافران را قطع می کرد. بنابر منابع شیعه ذوالفقار بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام رسید و از آن حضرت به امام حسن و سپس به حسین تا آخر امامان و اکنون ذوالفقار نزد حضرت مهدی حج است. شیعیان امام را به چند نشانه می شناختند که از آن جمله ذوالفقار بود. آن را نزد هر کس می یافتند که با نشانه های دیگر همراه بود او را به امامت می پذیرفتند. از امام صادق و امام رضا علیه السلام روایت نقل است که صلاح یا ذوالفقار و زره از جمله نشانه های امامت است و در زمان ایشان نزد آنان بود.